سلام و درود خدمت شما قشنگای خودم. دوباره من اومدم با یه ویدیوی سمیه دیگه. داشتونم امیررضا آرزد. دیگه میخوام از میباد مخفف فامیلیمو بگم آرزد. ویدیویی که امروز میخوایم ببینیم از عکسای سمی که پخش شده و عکسای قشنگ با هم مخلوط کردم آوردم واسه تون از توی اینستاگرام پیداش کردم، چون خودم اینو رستوری میکردم خیلیتون ندیدین و فلان و فلان آوردم امروز با هم ببینیم، لذت ببریم و مطمئنم که لذت میبریم. قبل از همه چی حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله رو فعال کنید، کامنت انگلیسی هم بپاچین زیر پستمون. اگه اولین باره که داری ویدیو ما رو میبینی، خوش اومدی به کانال ما، بچه ها بهش خوش آمدگویی بگین. بریم که اولین عکس رو ببینیم. مواظب خودتون باشین. چکرم. دوست دارین فردا با این منظره از خواب پاشین؟ اوه بچه، من این منظره داخلش رو دوست دارم ها، ولی اون بیرون پیش پنجره یکم کارو خراب کرد. خیلی دارک میشه اگه مثلا توی جنگل خواب باشی، بعد حالا فرض کن اینو نصف شب ببینی و یه صدا بشنه بیرون نگاه کنی اینو. من که خودم به شخص خیلی آدم ترسویم، اصلا هم سمت اصلا بهش فکر نمی کنم که دوباره یه موقع این بلا سرم بیاد، ولی منظره داخلش رو دوست داشتم. حسم زیاد پایه اون کارم شدید. بیاین سنم رو حدس بزنین. من جسارت نمی کنم سن یه بانو رو بگم، شما اصلا هنوز به دنیا نیومدی. چندش اینجاست که شاعر میگه مردک کاسلیس. واقعا به خاطر 250 گرم دارین طبیعت رو به هم میزنین، یعنی به خاطر 250 گرم ریدین تو طبیعت. این خیلی حق خدایی. 16 سانتی متر، 18 سانتی متر، 22 سانتی متر، 26 سانتی متر. دقیقاً اینه سمترین عکسی که از این بانوی بیکاز آنها کسانی هستند. He says you lie. I don't know. اینم که خب غمگینه طبیعتاً، میگه وضعیت رویم اگه عکس بود، یعنی مچالم که اکثرنمونم تو همین حالی منم. اینم که واقعا توی ایرانمون زیاد از این داستانا میبینیم. میگه اینترنت رایگان میخوای؟ بیا بیا اینترنت رایگانو بیا، ما اینترنت نداریم زیاد، بیا. وقتی میگن هم درس تو بخون هم ورزش تو ادامه بده. آها اینجا توی بازیه یک نفر انگاری چوسیده، میگه به نظرتون کار کدومشونه؟ به نظر من کار اون از کلا مشکی داره اون وسطی که اینجوریه، اصلا یه حس رها شدنی داره، اصلا معلومه که خوشو خالی کرد اینجور دقیقا همچه حسی داره. پس 100% کار همونه به نظر من. حالا شما هم نظرت تو کامنت بگید. البته اون چپی هم میخنده، ولی به نظر من کار اونه. شما هم بگید. مکالمه دوست دختر دوست پسرشون چی تنته؟ فقط یه شلوار. جون یه عکس بفرست ببینم. دختر شلوار رو تا اینجا کشیده بالا عکس فرستاده واقعا. خوش به حال اون شلوار، یعنی یه شلوار هم نشدیم. شلوار اونجا رو نگه داشت، من هنوز اونجا رو نگه نداشتم. معاوضه اساسی منزل با برنج و روغن. واقعا چی شد که به اینجا رسیدیم؟ طرف باید وسیله خونش رو بفروشه باهاش برنج و روغن بخره واسه زن و بچهش. بعد میگن ما مشکلی تو اقتصاد نداریم. راست میگن، واقعا هم راست میگن. اونا مشکلی با اقتصاد ندارن، ما مشکل با اقتصاد داریم. اونا که اصلا. بریم بعدی. اگه منو نگرفته بود عکس بود. باشه باله، اصلا قیافش باله. ببین من اصلا کاری با متنش و محتواش ندارم، قیافه بچه رو خیلی دوست داشتم، خیلی کیوت، خیلی اصلا جوجه چنگ بزنیش. بریم بعدی. دیگه با من از تغییر حرف نزن بای. ناموسن این اونه. خب خانم شما یه دماغ داشتی، یه لب داشتی، یه دو پرس جوجه داشتی، یه گوجه داشتی. اصلا تغییر نیست، این خونه تکونیه، ریخته پایین دوباره ساخته، مثلا رفته دکتر چکش زده له کرده دوباره خودش درست کرده. امیدوار شدم به خدا. خدایا مرسی که علم و پیشرفت دادی من بتونم زیباشم. همتون بچه‌ها اصلا دیگه نگران هیچی نباشید، دیگه بدتر از این که نیستین که، هر چی باشین میخوام. بریم بعدی. این فرد هیچ علاقه‌ای به صحبت درباره هیچ موضوعی با هیچ کس نداره، لطفاً سر حرف رو باز نفرمایید.
تیشرت مورد علاقه هممون وقتی توی مراسمای فامیلی شرکت میکنیم، یعنی واقعا تیشرت اینه که باید بپوشی، اصلا باید بنویسی که میخوام ازدواج کنم نمیخوام ازدواج کنم به تو چه، کار دارم ندارم به تو چه، دوستم دارین به من چه، دوستم داشته باشین دیگه، کامنت کنین بگین دوستت دارم امیر، عاشقتم، فدات، قربون شما، قربون شما، مرسی مرسی، من شما دوست دارم. دختر خالم داشت به بچه شیر میداد، بچه سیر که شد گفت مامانی بس قایمش کن بابا نخوره. این یعنی وقتی میخوای عملیات انجام بدی بابای میگه که عزیزم درش بیار بخورم برات، حواستون باشه که بچه خواب باشه، بچه اگه بیدار باشه این میشه. آخه اگه بابا اونو نمیخورد نمیتونست تو رو به دنیا بیاره، بابا باید اول اونو میخورد که یه برادر خواهر دیگه تو وسط بیاره. لیدی ایوانام در صورت قهرمانی کرواسی تو جام جهانی لخت مادرزاد برمیگردم کشورم، وای وای. بعد اینجا عکس سوپرمنه، حسی که مردم دنیا نسبت به تیم ملی کرواسی دارن. سوپرمن که میگم آقا بازم مثل ویدیوهای قبلی نگی، من نمیدونم من چون اصلا برنامه سوپرمن اینا رو نگاه نکردم، خب فقط مردن کبوتی نگاه کردم، نمیدونم این سوپرمن الان، بتمن که نیست، بتمن چون مشکی بود، سوپرمن داریم، زورو داریم، زورو هم که مشکیه، نمیدونم ولی فکر کنم این سوپرمن اینا، بتمن زورو مشکی بود، بتمن که مشکی نبود، آره این یا بتمن یا سوپرمن، خب من نمیدونم که مثلا بازیکنهای تیمشون بتمن یا سوپرمنن، اینا رو دارن میفرستن که برن اونا رو به آرژانتین رو ببرن که ایشون لخ بشه، ولی خب متاسفانه باختن و ایشون علاوه بر اینکه لباسشو پوشیده تر کرد یه چادر هم گذاشت سرش. عکس پروفایل ویدیو کال این واقعیت، ولی من واقعا یکی از فانتزیام این مدل موی این دختر است، وای اصلا روانی این مدل مو چقدر به دختر رو میاد، من دختر با این مو میبینم واقعا زیبایی میده به شهر، از رو هوس و این چیزا نمیخوام بگم، واقعا اصلا قشنگشون میکنه، اصلا به هر چشمی بخوای نگاه کنی قشنگه. از باب اسفنجی انتظار نداشتم دیگه، بیچاره خسته هم شده، اوف گرفتین چی شد دیگه، نیاز به توضیح نداره، بریم بعدی. خاکستر سیگارم را به تو ترجیح دادم، چون که او تنها حنجرم را به آتش کشید و تو وجودم را. من میگم معتاد نشی سلطان، ستونم تو، ستون گنگ خانواده ای، تو چجوری اونو میکشی تا آخر، دیگر هیچ کمپی تو را ترک نخواهد داد، نشه. ولی یادش بخیر داخل مدرسه چوب شروع، من که خودم به شخصه اینجوری میکردم گاز میزدم اینجوری از ته تموم بشه. بریم بعدی. نوشته آخه اینجوری پیتزا میخورن، راست میگه دیگه، یکی مثل من باشه بخواد اینجا ویدیو بگیره چیزی جز خوردن اون فکر نمیکنه. وقتی زیاد رو کار رفتی، وقتی دیگه عادت کردی به اون کار، همه چی رو با همون لحن و با همون استایل از همون جوری میخوای بخوری، همون جوری. گاه خورشید پشتش به ماست، تا حالا میدونستی این داستا؟ به به، دقیقاً سر مرکز قرار گرفته. خورشید خانم چکرم، رخصت، فرصت، به خونه ما هم بیا خورشید خانم، اینجا هم بتاب، به خدا اینجا هم دل داریم ما. تاب 230,000 تومان. آخه کدوم تاب؟ آخه این تابش کو؟ شما به من تاب نشون بده، این کجاش تابه؟ شما تاب میبینین؟ 4 تا نخو اینجوری به هم آویزون کرده، میگه تاب 230,000 تومان. این کجاش 230,000 تومان؟ شما چه جوری حساب میکنی؟ شما تازه با تورم 100% هم بخوای حساب کنی، این 230,000 تومان نیست. شما بری خرازی کل نخاشو بخوای بخری، کمتر از این در میاد. 230,000 تومان به خاطر نخ بی، من خودم نگه میدارم 50 تومان زیر قیمت بازار، تازه خونه هم میام. ناراحتی هوادار مراکشی بعد از شکست، واقعا ما هم ناراحت شدیم. من با دیدن این عکس به پهنای صورت میخوام گریه کنم، وای من این برو نگاه نمی کنم، من ویدیو میگیرم، من آرومم، من میرم بعدی. وقتی میگم دلم مرد میخواد، به روایت تصویر، این اگه واسه الانه یعنی واسه این روزای این عکسه، واقعا دل شیر میخواد، دل شیر که نه، تخم شیر میخواد. خیلی مرده واقعا، اگه برای این روزاست بازم میگم، مثلا اگه تو ایران هست، نمیدونم تو ایرانه، تو فکرم تو ایران، نمیدونم تو ایران هست یا نه، چون نمیدونم، اگه تو ایرانه که داره، واقعا داره، زیادم داره، حق چند نفر دیگرم گرفته. خب عشقای دلم، ویدیوی امروز به پایان رسید.
اگه از ویدیو راضی بودین، لذت بردین، کیف کردین، حتما ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنین. ویدیو رو که نمیتونین بفرستین واسه دوستاتون، ولی میتونین کپی کنین لینکش رو بفرستین واسه دوستاتون که بیان ویدیو رو ببینن و لذت ببرن. دوستتون دارم خیلی زیاد. خوشگل مشکلیم بهتون میاد. چشام کف پاتون. لیاقتتون بازم میگم بهتر از ایناست. شماها باید بهتر از اینا زندگی کنین، باید قشنگتر زندگی کنین، باید راحتتر زندگی کنین. ایشالا جیبتون پرپول، لبتون خندون، دلتون شاد باشه. خدا نگهدار، خدا حافظ.